جلال دهم نامت را، عیسی نام عظیمت، عیسی چون از هر نامی برتر است نام تو. تمجید کنم نامت را، عیسی نام زیبایی است، عیسی چون از هر نامی برتر است نام تو. شکرت ای خدا. جلال دهم نامت را، عیسی نام عظیمت، عیسی چون از هر نامی برتر است نام تو. تمجید کنم نامت را، عیسی نام زیبایی، عیسی چون از هر نامی برتر است نام تو، چون از هر نامی برتر است نام تو. پدر دوستم داشتی، آنقدر محبت کردی، یگانه پسرت را فدا کردی. پدر دوستم داشتی، آنقدر محبت کردی، یگانه پسرت را فدا کردی. من گناهکار بودم، در تاریکی بودم، مسیح برای من فدا شد. من گناهکار بودم، در تاریکی بودم، مسیح برای من فدا شد. نقشه تمام شد، گناهان من پاک شد، بر روی صلیب همه چیز تازه شد. نقشه‌ات تمام شد، گناهان من پاک شد، بر روی صلیب همه چیز تازه شد. من گناهکار بودم، در تاریکی بودم، مسیح برای من فدا شد. من گناهکار بودم، در تاریکی بودم، مسیح برای من فدا شد. نقشه تمام شد، گناهان من پاک شد،
بر روی صلیب همه چیز تازه شد، نقشه از تمام شد، گناهان من پاک شد، بر روی صلیب همه چیز تازه شد. من گناهکار بودم، در تاریکی بودم، مسیح برای من فدا شد. هللویا. من گناهکار بودم، در تاریکی بودم، مسیح برای من فدا شد. هللویا. من گناهکار بودم، در تاریکی بودم، مسیح برای من فدا شد. من گناهکار بودم، در تاریکی بودم، مسیح برای من فدا شد. من گناهکار بودم، در تاریکی بودم، مسیح برای من فدا شد. من گناهکار بودم، در تاریکی بودم، مسیح برای من فدا شد. آمین. میتونیم سر پا بایستیم، چون که سرود سرود شادیه و میخواییم با شادی این سرود رو بخونیم. عجیب است، چه عجیب است عشق تو ای عیسی، صلیب تو آورد آزادی، کس نمیتوان در کنند این حقیقت، چه پر جلال چه زیبایی عیسی. دوستت دارم ای عیسی، خداوند بیهم تا جانم سرایت همدت را. دوستت دارم ای عیسی، خداوند بیهم تا جانم سرایت همدت را. جلال چه پر جلال از خلقت دست است، کارهای تو نمایان در جهان، در حضورت می پرستم با تمامی جان. چه پر جلال چه زیبایی عیسی، دوستت دارم ای عیسی، خداوند بیهم تا جانم سرایت همدت را. دوستت دارم ای عیسی، خداوند بیهم تا جانم سرایت همدت را. دوستت دارم ای عیسی، خداوند بیهم تا جانم سرایت همدت را. دوستت دارم ای عیسی، خداوند بیهم تا جانم سرایت
سایل سروش هستیم با یه دقیقه اعلانات. سه شنبه ها ساعت 6 صبح تا 9 صبح با کشیش رسول دا برای ایران. پنج شنبه ها ساعت 7 و نیم بعد از ظهر برنامه میان هفتگی رو فیسبوک و یوتیوب. جمعه ها ساعت 10 تا 11 و نیم صبح با کشیش رسول و سمیر جون برنامه امید جاودان در محبت تیوی. و یک شنبه ها ساعت 1 و ربع با گروه پرستش و موعظه عالی کشیش رسول با ما همراه باشید. اگه اولین بارتونه که با ما هستیم یا میخواید خدمتتون رو شروع کنید با کشیش رسول یا خواهر زهره میتونید صحبت کنید. و همچنین ما رو روی فیسبوک، روی یوتیوب و اینستاگرام میتونید دنبال کنید. آخر جلسه اگه میخواید 10-1تون رو بدید با مایزدیار جان صحبت کنید. ما سایل سروش هستیم با یه دقیقه اعلانات. جلسه پرجلال داشته باشید. سازمان ونگارد پیس میکرز برای رساندن خبر خوش نجات انجیل به ایران و ایرانیان تحت پوشش زندگی سالم در امنیت و آرامش و امید حقیقی در طول سالها توانسته با بنای کلیسای پرستندگان مسیح و تأسیس شبکه تلویزیونی امید جاودان و خدمت به معتادین برای ترک اعتیاد و یاری نمودن نیازمندان مفید باشد، مشروط بر این که خواهان کمک مالی به این مجموعه نان پرافیت ارگانیزیشن می باشید، می توانید با شماره تلفن 818-716-40 و یا به سایت ما www.pwoc.church مراجعه فرمایید. آمین آمین آمین. همان گونه که دست و پای شکسته توان فعالیت طبیعی خود را ندارد و دلیل ضعف و ناتوانی جسم می‌گردد، هرچند حتی اگر اون شخص جوان باشه و قوی نیز باشه، می‌بینیم که در زمان شکستن دست و پا عاجز و نیز در اصل درمانده خواهد بود. افکار پریشان، تمرکز اندیشه و تصمیم حکیمانه و درست رو از شخص میگیره و چشمانداز اونو ضعیف و تصویر اشتباه رو انتشار میده نسبت به موقعیت زندگی خودش و مجال این رو نمیده که یک دیدگاه درستی حتی نسبت به رویاها و اهداف خودش داشته باشه. شخص مسافری وقتی که میخواسته وارد بشه به کشور توریستی، وقتی که رجوع میکنه به مأمور که برای مبادی ورودی بوده و پاسش رو میده، پاسش که مهر میزنه، این شخص میگه مردم این کشور چگونه هستن نسبت به رفتارشون، خوبن یا بدن؟ میگه مردم کشور شما چگونه هستن؟ میگه مردم کشور من خیلی بدن. میگه خب اینم همینجوره، اینجا هم همینجور. یه دو سه ساعت میگذره، بعد از گذشت دو سه ساعت دوباره یه نفر دیگه به همون شخص مراجعه میکنه و پاسشو میده که مهر بزنه برای ورود به این کشور. اون هم همین سوال رو میکنه، میگه ببخشید مردم کشور شما چگونه هستن از نظر رفتاری، خوبن یا بدن؟ میگه مردم کشور شما چگونه هستن؟ میگه مردم کشور من خیلی خوب هستن. میگه اینجا هم همین گونه هستش. همکاری که کنارش ایستاده بوده و متوجه این دوتا سوال میشه و میبینه به هر کدوم به نوعی جواب میده، میگه چه جوابی بود؟ به یکیشون گفتی بده، به یکیشون گفتی خوبه. میگه من اصلا به هیچ کدوم نگفتم بده و خوبه، من پژواک افکار اونها بودم. و چقدر تأثیر داره زمانی که فکر پریشان داریم، افکار به هم ریخته داریم، متاسفانه پژواکی خواهد شد، صدایی خواهد شد که به ما نیز بر میگرده، حتی به عنوان فرزندان خدا و مسیحی ها. در کلیسای مسیح اول موعظه میشه برای کسایی که مسیح ایمان آوردن و بعد کسانی که هنوز ایمان نیاوردن. پس جایگاه ما جایگاهی باید باشه که ببینیم آنچه را که در ذهنیتمون هستش به عنوان یک انسانی که میل به زندگی سالم داریم چگونه هستش. خیام نیز اعلام میکنه آبادی میخانه ز ویرانی ماست. اگه مردم همه رجوع میکنن به میخانه ها،
مشروب بخورن، نمیگم بده، نمیگم مشروب خوردن گناه داره، اما چرا این همه باید در یک جامعه مشروب فروشی باشه؟ چرا این همه میخانه باید باشه؟ به چه علت کلیساها خلوت، با اینکه کلام خدا پر از قدرت و امید، ولی میخانه ها باید پر باشه و مردم در این اندیشه باشن که با خوردن مشروبات الکلی آروم بشن؟ اینو من نمیگم، اینو خیام داره میگه. آبادی میخانه ز ویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. اونقدر به هم ریخته میشیم با اینکه این کلام پر محبت رو داریم، نوع زندگی ما متاسفانه نمیتونه نوع زندگی آروم و نیز نوع زندگی باشه که سازنده باشه حتی برای مردم دنیا. گویا که به مشروب و به موقعیت‌های دیگه پناه میبرن برای آروم شدن. اما سوال اینجاست که ما چگونه این ویروس پریشانی رو کسب کردیم؟ مطابق آنچه که در کتاب پیدایش برای تمام دردها و رنجها یک جواب داره که انسان از اون هدف اصلی دور شده، در پیدایش 4:12 زمانی که قائن برادر خودش هابیل رو میکشه، خداوند این گونه بهش میگه. هرگاه داره به قائن در اصل تذکر میده از این به بعد زندگی تو چگونه خواهد بود، هرگاه کار زمین کنی، یعنی هر کاری میکنی، دامداری، کشاورزی، کارمندی، بیزینس داری، هر کاری که روی این زمین از این به بعد میخوای انجام بدی، پس تکلیف خودمون رو روشن کنیم. مثل قصه ویروس کروناست، ماسک میزنیم، واکسن میزنیم، هند سانیتایزر استفاده میکنیم، رعایت موقعیتی که درش قرار میگیریم و انجام میدیم از بهداشتی تا مبادا این ویروس ما رو بگیره. پس پذیرفتی ویروسی هست به نام کرونا و و و میتونه جان ما رو بگیره. خداوند داره در اصل به قائن این گونه میگه و این تکلیف ما هستش که بدانیم این موقعیت بر روی زمین ایجاد شد زمانی که جهان از استاندارد اصلی دور شد. اعلام میکنه هرگاه کار زمین میکنی همانا قوت خود را دیگر به تو ندهد. دیگه باعث اون برکت و اون ثمره و اون نتیجه زحمتی که تو کشیدی نیست. کار میکنی، فرزند دانت رو سرپرستی میکنی، بزرگشون میکنی، به دنبال قدرت هستی، شهرت هستی، هر آن امکان داره اتفاقی بیفته تو رو پریشون کنه، تو رو ناامید کنه، تو رو خسته خاطر بکنه و اون ثمره اصلی رو نمیگیری. انگار روی پله برقی برعکس داری میدوی، حرکت میکنی. هرگاه کار زمین را کنی همانا قوت خود را دیگر به تو ندهد و پریشان و آواره خواهی شد. اون آرامش رو نداری، مدام سرگردان خواهی بود و نمیتونی تو اون جایگاه درست بایستی و در یک موقعیتی قرار خواهی گرفت که آرامش نخواهی داشت. مانند کشورهایی که بیشتر از آمریکا، اروپا متاسفانه آسیب خوردن نسبت به ویروس کرونا، از جمله کشور عزیز ما الان در چه شرایطی هستن؟ دوست عزیزی که داشتم باش صحبت میکردم گفت برادر تو وقتی وضعیت مالی ما اینقدر بد هست شما از خدا چی میگی به من؟ شما از عدالت با من چگونه صحبت میکنی؟ من به دنبال یه لقمه نانم، برام دیگه الان مهم نیست دزدی کنم، دروغ بگم، ریا کنم. خود دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده کسایی که 12 میلیون در ماه حقوق میگیرن اینها زیر فقر دارن زندگی میکنن. بعد رسول من یه جوانم دارم 4 میلیون میگیرم، از من چه انتظاری هست؟ مانند این شاعر که اعلام میکنه، گفتند بگو خاطره شاد چه داری، از خاطره هایی که ندارم چه بگویم. و متاسفانه امروز میبینیم که این پریشانی بر جوامعی همچون کشورهای ما مانند ایران چقدر بیشتر از کشورهای دیگه داره آسیب میزنه. در لغت معنی فرهنگ معین پریشانی رو پراکندگی میگه. در اصل یعنی دور شدن از یک تمرکز درست، دور شدن از یک هدفی
مشخص که میتونه باعث امید بشه، اتفاقا دلیلی خواهد شد که انسان رو تهدید میکنه به ترس، به ناامنی، به نگرانی و آنچه را که به عنوان یک روشنایی در ذهنیت افراد میاره، چیزی به نام ایمان دیگه نخواهد بود، چیزی به نام اعتماد نیستش. اعتماد رو بر میداره، ایمان رو بر میداره، امید رو بر میداره و کلماتی همچون مانند شاید، اگر و یا ای کاش رو در ذهن یک شخص قرار میده. اگه بشه، شاید انجام بشه، دیگه ایمان گویا در اون شخص نمیتونه عمل کنه. همه ما به خوبی میدانیم که ایوب در زمان سختی ها آنچرا که در 42 باب در کتابش عنوان شده به یک تجربه بود و سخنانی که ایوب میگه سخنانی هست که اون رو تجربه کرده، اون رو تست کرده نسبت به موقعیت زندگیش. در باب 3:26 که فکر میکنم همه ما آگاه هستیم اعلام میکنه مطمئن و آرام نبودم. ایوب به نوعی در زمان خودش نمونه خوبی بود نسبت به کسی که رابطه با خدا داشت، اما گویا تمام تمرکز درست و کاملش در حضور خدا نبود. قسمتی برای دامش بود، برای کشاورزی بود، برای خانوادهش بود که حتما باید این گونه باشه، اما سعی کرده بود اون امور رو خودش کنترل کنه، تکیه بر خدا انجام نمیداد. اونجا نبوغ خودش بود، توانایی خودش بود و همین دلیل این شده بود که آروم نباشه. و چقدر زیباست که در کناری که ما کلیسا میایم کلام خدا رو میخونیم، اما امور زندگیمون هم بتوانیم توی دستان خدا بدیم. اعلام میکنه مطمئن و آرام نبودم و راحت نداشتم و پریشانی بر من آمد. اون سردرگمی رو نیز اعلام میکنه، اون گرفته، چرا که چشمان او در مسیری قرار گرفته بود که در اصل نمیتوانست محبت خدا رو کامل ببینه، اراده خدا رو توی زندگیش ببینه و جایگاهی که خودش رو محکوم میکرد در اون موقعیت یک جایگاه درست باشه. از این رو بود که یک تصویر اشتباه در زمان مشکلات و سختی ها اون رو اسیر کرده و غافل از این که عدم تمرکز درست به هدف خلقت که اگر هر کدوم ما از اون دور بشیم دلیلی خواهد شد که ما در مشکلات و سختی ها پریشان حال بشیم، اون ترس و اون نگرانی ها بر ما قرار بگیره. هرچند گاهی ما تکیه بر ثروتمون میکنیم، تکیه بر استعدادمون میکنیم، تکیه بر قدرتمون میکنیم، بر شهرتمون میکنیم، بر موقعیت خوبی که داریم، اما هرگز اونها نمیتوانن به داد ما برسن و همین نیز خودش دلیلی خواهد شد که ما نسبت به ثروت، قدرت و و و تکیه های غیر از خدا تو یک چاله خودمون رو گرفتار ببینیم، چرا که تکیه خوبی رو بر خدا نداشتیم تا از نگاه اون رفع مشکلاتمون بشه. بهترین راه این هست که رها کنیم مشکل رو، سختی رو، ضعف‌ها رو کاملا رها کنیم توی دستای خدا. اگر بتوانیم رها کنیم پریشانی رو در بر نخواهیم گرفت، در غیر این صورت پریشانی با ما خواهد بود و چه بسا روزهای بعدی ما روزهای بدتری خواهد شد نسبت به مشکل و سختی که داشتیم. کشاورزی متوجه میشه الاغش توی یک چاهی افتاده، وقتی میره بالای سرش و هر کاری میکنه نمیتونه این الاغو بیاره. هر شب و هر روز میرفته سر میزده، آب براش میبرده، خوراکی رو براش میبرده و اونقدر قصه اینو میخوره که روستایی ها متوجه میشن چقدر لاغر شده خود همین کشاورز و من نگاه میکنم نه الاغم دیگه در این مردن هستش و میرم بهش میگن خب تو که نمیتونی اینو بیاری بالا، اینم داره زجرکش میشه، خودت هم داری اذیت میشی، بهتر نیست که خاک بریزی رو سرش تا بمیره و تموم بشه؟ تمونش کن، تو ذهن دینو تمونش کن، براش خیلی سخت بوده. نهایتا به این نتیجه میرسی که همین کار رو بکنه و میرفته صد خاک میابرده و میریخته توی اون چاه. بعد از 2 روز 3 روز متوجه میشه این الاغه هی داره میاد بالا، نگو اون خودشو میتکونده
و خاکا زیر پای اون قرار می گرفته و اون میتونست خودش رو نجات بده و این کار رو اینقدر ادامه میده تا این الاغ رو نجات میده. خیلی موقع ما با مشکلات و سختی ها این گونه عمل میکنیم، فکر میکنیم قصه خوردن، تصور میکنیم که با اندیشه های انسانی میتونیم عمل کنیم، اما اگر یاد بگیریم توی دستان خدا بدیم، مسلم بدونیم که خداوند هستش که ما رو یاری خواهد کرد و به دادمون نیز میرسه. نویسنده مزمور 36 الی 7 اعلام میکنه: وقتی از امنیت برخوردار بودم، یعنی تو اون جایگاهی بودم که تکیه بر هر آنچه که تصور من بر این بود که میتونه برای من خوب باشه، خدا با منه، خدا رو دوست دارم، کلیسا میرم، حتی خدمت میکنم، اما تو یک موقعیتی هستم که ستونهای قوی دیگری هم دارم. وقتی از امنیت برخوردار بودم به خود گفتم من هرگز شکست نمیخورم با تکیه به آنچه که دارم. این اتفاق برای ما افتاده یا نه؟ آیا تا حالا شده که بر خودمون، ذهنیتمون تکیه کردیم که فکر کردیم خب ما خدا رو داریم، خدا هم با ما هست، خدا همیشه با ما هست، هیچ مشکلی برای ما پیش نخواهد آمد. و ادامه میده: خداوند تو بر من لطف داشتی و از من ماننده کوهی استوار پشتیبانی نمودیم، اما وقتی رویت را از من پنهان کردی پریشان شدم. زمانی که تمرکزم رو در اساس بردم، نه که خدا از ما دور شده، بلکه من در جایگاهی قرار گرفتم که تمرکز اصلیم رو به خداوند ندادم و در اون جایگاه موندم. ثروت داشتم، بچه هامو بهترین مدرسه بردم، بهترین وکیل ها رو داشتم، بهترین بیمه رو داشتم، بهترین جایگاه رو داشتم توی جامعه، اما یک لحظه گویا همه رو از دست میدم و پریشانی سراغ ما خواهد آمد. هرچند این پریشانی فقط این نیستش که در مصیبتی باشه، در هر موقعیت ما میتوانیم فکرمون در مسیر پریشانی قرار بگیره. اما این ما هستیم. آیا تصمیم ما چیه؟ تصمیم داریم از پریشانی رهایی پیدا کنیم یا نه؟ امروز، فردا، یک سال دیگه، کی میخوایم این کارو کنیم؟ اگر قصد این رو داریم که از پریشانی رهایی پیدا کنیم، مطمئن باشیم که این خداوند هستش که میتونه این نگرانی رو از ما بده. در غیر این صورت مطمئن باشیم در هر موقعیتی که قرار بگیریم، اون موقعیت هرچند به ظاهر میتونه برای ما خوب باشه، اما ما رو میتونه پریشان کنه. تو همین کلیسا میتونه اتفاقی بیفته تو رو پریشون کنه. اگر تصمیم گرفتی پریشان نشی، از همین کلیسا شروع کن. توی خونت میتونه اتفاقی بیفته تو رو پریشان کنه. توی مهمونی میتونه برای من و تو اتفاقی بیفته. توی یک سفر میتونه، تو محل کارمون میتونه اتفاقی بیفته که ما رو پریشان کنه. اگر مجال این رو بدیم که نگاه اولمون از خدا برداشته بشه، تمرکز اصلیمون از خدا دور بشه، اگر این تمرکز بر ما نباشه، توی تمام ابعاد زندگیمون همون قسمت میتونه دلیل پریشانی من و تو باشه. حتی تو مهمونی ها، نمیگم مذهبی باشیم، هرگز هرگز، اما خیلی کار خوبیه حتی شما وقتی مهمانی میدید با همسرت برای اون مهمونی، یا خودت دعا کن برای اون مهمونی، برای مهمانان دعا کن قبل از اینکه وارد محل کارت میخوای بشی، برای اون کار دعا کن، برای همکاران خودت دعا کن. وقتی سفری رو میخوای بری، برای اون سفر دعا کن که خداوند تکیه من بر توست و تمرکز اصلی من نیز با تو هستش. اندیشمندی اعلام میکنه: هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود ندارد و شادمانی خود مسیر هستش. همون گونه که پولس رسول اعلام میکنه: شاد باشید، بازم میگویم شاد باشید، در خداوند شاد باشید، که یک خوشی کامل هست. اگر با اون شروع میکنیم، مسلم میدونیم که به خوبی هم میتونیم با اون ادامه بدیم. سلیمان به عنوان یک مرد حکیم که کلام خداوند از اون یاد میکنه، خود رو به تجربیات میندازه. انسانی نبوده که بخواد فقط بشنوه، بلکه اهل تحقیق بوده، حتی شده خودش رو در این تجربه قرار بده. در کتاب جامع 2:1-4 اعلام میکنه: به خود گفتم عیش و عشرت را تجربه میکنم تا در مشکلات قرار نگیرم، تا در سختی ها نباشم، تا اگر در سختی ها هستم
خوردن مشروبات الکلی دلیلی بشه برای من که ریلکس بشم، آروم بشم و به من این فشار نیاد که من پریشان حال بشم. و خیلی موقع ها انسان ها درست در این قلم رو قدم برمیدارن. امروز اعلام میکنن که قهوه بسیار خوبه برای بدن. خب به درستی درست میگن دیگه، از نظر علمی میان بررسی میکنن. دو روز بعدش میگن نه چایی بهتره، درست میگن اونا. بعد میگن شب میخوای بخوابی یه خود کنیاک بخور، شاید درست میگن. بعد میگن نه شراب بهتر از کنیاکه. به هر بار یک پند و نصیحت علم ساینس به ما میرسه، اما خب همه به خوبی میدانیم علم میگه من ناقص هستم، پس نمیتونه کاملا منو ریلکس کنه. و سلیمان اینگونه داره میگه، تست ها رو داره میگه، در زمان پریشانی، در زمانی که ما در چاله هایی قرار میگیریم که پریشان حال میشیم، به خود گفتم عشرت را تجربه میکنم و از زندگی لذت میبرم، اما دیدم که آن هم بیهوده است، موقتیه. از کدام هرگز مخالف خوردن مشروبات الکلی نیستیم. کتاب مقدس هم نیستش. کلام خدا سخن از مستی میکنه. اما موضوع بالاتر از این هست که بپردازیم به این که چه چیزی خوبه برای بدن، چه چیزی بد هست. آنچه که امروز میدونیم بد هست، پریشانی هستش. که خدا نمیخواد ما در پریشانی باشیم. به ادامه میده. اما دیدم که آن هم بیهوده است. همچنان دریافتم که خنده و شادی نیز احمقانه و بیفایده هست. که اگر من با 4 جوک که اشکال نداره حتما این کارو بکنیم، حتما شاد باشیم، جوک حفظ کنیم، جوک بشنویم و اجازه بدیم این شادی در وجود ما ایجاد بشه، حتی لحظه ای. اما همیشگی نیستش، نمیتونه من و شما رو از پریشانی رهایی بده. و نیز ادامه میده، هرچند از دل مشتاق کسب حکمت بودم، تصمیم گرفتم که خود را با شراب شادمان سازم و حماقت را امتحان کنم و فکر کردم که این بهترین راهی است که انسان میتواند زندگی کوتاه خود را سپری کند. کارهای بزرگی انجام دادم، برای خود خانه ها ساختم و همه به خوبی میدانیم آنچه در کلام خدا، کتاب مقدس هستش و همچنین در علم باستان شناسی نسبت به سلیمان گفته شده. و ادامه میده، ساختم و تاکستان ها قرض نمودم. از آیه 8 براتون میخونم، اعلام میکنه نقره و طلا و گنجینه های پادشاهان را که من سرزمینشان را در از بر آنان حاکم بودم برای خود جمع کردم. سرایندگان مرد و زن برای من سرگرمی من بودند و میسراییدند، هرچند آنقدر که دلم میخواست برای خود نیز زنهای زیبا گرفتم. پس تمام شرایط برای سلیمان آماده بوده که پریشان نشه، در اون پریشانی قرار نگیره. اما اگر عزیزان کتاب جامعه رو خونده باشید، آگاه نسبت به کلام خدا نباشید، اگر به خدا هم باور داشته باشید بی خدا خواهید شد. اگر درک درستی از کتاب جامعه سلیمان نداشته باشید، سلیمان هرگز قصد این رو نداره که بگه این جهان عبثه، بلکه سلیمان داره میگه اگر تمرکز درست من از هدف خلقت دور باشه و از خود خدای حقیقی و زنده دور باشه، این جهان عبث و بیهود است، چه با داشتنها و چه با نداشتنها نیست. و نیز ادامه میده، انسان از این همه زحمت و مشقتی که میکشد چه چیزی به دست میآورد؟ روزهایش با تشویش و نگرانی میگذرد، یعنی با پریشانی و موقعیت سردرگمی، و شبها هم آرامش ندارد. این نیز بیهوده است. پس برای انسان بهتر است که بخورد و بنوشد و از آنچه به دست آورده لذت ببرد. این اراده خداست که از زندگی لذت ببریم، اما این لذت در حضور او، مطابق مزمور 16 آیه 11 که اعلام میکنه در حضور خدا، یه نفر بقیاشو بگه، در حضور خدا کمال خوشی هاست. خوشبختی نیست، قسمتی از زندگی خوشبخت و قسمتی بدبخت نه، اون مال روانشناسیه که خدا رو شکر برای وجودش. ولی میگه در حضور خدا کمال خوشی هاست، در تمام ابعاد زندگی ما نیز جا میگیره. از این جانب و از این زیرا که کیست که بتواند جدا از خدا چیزی بخورد و لذت ببرد؟ دور از هدف اون. کلام خداوند میگه
موسی در حضور خدا 40 شبانه روز بود، نه آب خورد و نه خوراک، اما اون زنده بود و حتی چهره اونیز می درخشید و ادامه میده خدا به کسانی که او را خوشنود می سازند حکمت و دانش و خوشی را نیز می بخشد تا از زندگیش لذت ببره، تا در اون جایگاه خوب بتونن بمونن. اگر تصمیم داریم با مشکلات در پریشانی زندگی کنیم، پس در هر شرایطی متاسفانه پریشان خواهیم بود و نمیتوانیم تو اون جایگاه خوب قرار بگیریم، چرا که به ما اندیشه، افکار، سخنان، رفتار بد رو میده و نتیجه خوبی نخواهد داشت برای ما و از همه اینها ما رو نسبت به امور زندگیمون بدبین خواهد کرد. شخصی گریه کنان با پای برهنه میدویده و وقتی به یک روستا میرسه، توی اون روستا همه گوش میکنن، میگن چی داره میگه، میگن داره گریه میکنه. میرن نزدیکش، میگن چی اینقدر گریه میکنی؟ میگه من آدم بدبخت و بیچاره‌ای هستم، نه کسی رو دارم، نه کاری دارم، نه پولی دارم و تصمیم گرفتم فقط تمام دنیا رو پیاده برم و گریه کنم و بمیرم. روستایی‌ها با هم تصمیم میگیرن، میگن چه خوبه که به این یه کاری بدیم، اینو از این وضعیت نجاتش بدیم. و وقتی که میرن با کت خدا صحبت میکنن، جمعی دور هم جمع میشن، تصمیم یه کاری رو به این شخص میدن و این شخص رو سر کار میذارن. روز اول که کار میکنه و از سر کار که اومده، دوباره میره کنار جاده، شروع میکنه گریه کردن. دوباره روستایی‌ها نگاه میکنن، میگن برای چی اینقدر گریه میکنی؟ دیگه چرا گریه میکنی؟ تو که الان بهت کار دادیم. میگه آره من کار دادید، ولی من جایی ندارم برای خوابیدن. همه شما خونه دارید، ولی من هیچ خونه ای ندارم که درش استراحت کنم. میگن خب راست میگه. بالاخره میگن تو روستا میبینن یه نفر یه اتاقی داره، اون اتاقو بهش اجاره میدن و میگن خب میتونی دیگه راحت باشی. همین که ازش خدافظی میکنن، دوباره شروع میکنه گریه کردن. صاحبخونه میاد میگه چیه دیگه، برای چی گریه میکنی؟ میگه آخه شما همه خانواده دارید، زن دارید، بچه دارید، من کسی رو ندارم. میگه باشه من فردا با کت خدا صحبت میکنم. برها سر این موضوع هم صحبت میکنن و خواستگاری میدن و یه زنم برای اینشون میگیرن. و بعد چند روز که میگذره، زن اینشون میاد پیش کت خدا، میگه این هر شب داره گریه میکنه، من چیکار کنم؟ میگه بازم گریه میکنه. میگه آره. میگه بابا صداش کنیم چی میخواد؟ صداش میکنم. میگن دیگه برای چی گریه میکنی؟ میگه وقتی که یاد اون روزا میافتم، نه خونه داشتم، نه پول داشتم، نه زن داشتم، نه دوستان مثل تو شما داشتم، چقدر اذیت میشه. افکار پریشان متاسفانه احساس بدبینی رو در وجود ما زیاد میکنه و مجال این رو نخواهد داد که ما در آرامش باشیم. نویسنده مزمور 107 4 الی 7 اعلام میکنه بعضی ها در بیابان آواره و سرگردان بودن، که در اصل داره اشاره میکنه به قوم اسرائیل زمانی که توی بیابان قرار گرفته بودن. بعضی ها در بیابان آواره و سرگردان بودن و شهر نداشتن تا در آن سکونت نمایند. گرسنه و تشنه بودند و جانشان به لبشان رسیده بود. در آن تنگی ها نزد خداوند فریاد کردند و او آنها را از پریشانی نجات داد. پس آنها را از راهی مستقیم به شهری هدایت کرد که بتوانند در آن ساکن بشوند. زمانی که ما تصور بر این میکنیم که موقعیتی در زندگیمون ایجاد میشه، نمیتوانیم درک درست از اون مشکل و سختی رو داشته باشیم، بیشتر افکارمون رو خسته خواهیم کرد. اما اگر همان موضوع رو نزد خداوند ببریم، مسلم بدونیم که خداوند هستش که به ما این امید رو میده، این آرامش رو میده، این نوید رو میده تا بتوانیم از آنچه که باعث پریشانی و خستگی ما شده آزاد بشیم و رها بشیم. مشروط بر این که حقیقتاً نسبت به موقعیت‌های سخت زندگیمون یک جایگاه خوبی رو پیدا کنیم و تصمیم بگیریم هرگز در پریشانی نباشیم، مانند این که تصمیم می‌گیریم که ما در شادی زندگی کنیم. آیا تصمیم داریم؟ آیا این تصمیم گرفتیم؟ از پریشانی‌ها رها بشیم، آزاد بشیم؟ لطفاً لحظه سرهای خود رو خم کنیم. اول فکر کنیم ببینیم چه چیزهایی در زندگی ما هست
که دلیل خستگیمون هست، دلیل پریشانیمون شده. افرادی هستن، موقعیت کاریمون هست، شرط زندگیمون اینجا هست، حتی خبرهای بعدی که از ایران میشنویم، همه رو به حضور خداوند ببریم و مجال این رو ندیم که وزنه روی ما باشه. این روزها اخبار خوبی رو نمیشنویم، چه بسا همه ما کسانی رو میشناسیم بین دوستانمون، بین اقواممون که ویروس کرونا و یا دلتا رو گرفتن. فکر اونو پریشان میکنه. همین پریشانی برای ما مفید نخواهد بود و بهترین موقعیت الان هست که اون رو در حضور خداوند ببریم و از او بخوایم که ذهن و فکر ما رو پاک کنه و تمرکزمون رو به محبت او بدیم. فقط اجازه بدیم اون برای ما تصمیم بگیره، اجازه بدیم که اون آرام کننده ما باشه. هللویا، هللویا. خدای قدوس، پدر عزیزم، حقیقتا ممنون شکرگزار هستیم که فیض و رحمت تو هست که اجازه میده هر فکری از غم و اندوه دور بشه، هر فکری از ترس و نگرانی شسته بشه. مشروط بر این که خداوندا به تو مینگریم، تو نیز با فیضت ای خداوند مطابق آنچه که وعده دادی ما رو برکت بده به امید خودت، به آرامش خودت، به شادمانی خودت ای خداوند. به طور خاص عزیزانی که در این مکان هستن و در دنیای مجازی نیز با ما هستن، هر فکر پریشان رو تو با خون مسیح کفاره کن، همون گونه که وعده دادی ای خداوند، و فیض خودت رو و رحمت خودت رو ای خداوند بر ما جاری کن تا بتوانیم در شادمانی های تو نیز شریک باشیم. و چون همه اینها را در نام عیسی مسیح طلبیدیم، با ایمان نیز دریافت میکنیم. آمین، آمین. لحظه لطفا لامپای وسط روشن کنیم. پتروس به تجربه یافته بود آنچه را که فرزندان خدا رو در مسیر بشارت و خدمتشون میتونه بترسونه، میتونه نگران بکنه. اتفاقایی بود که اطراف اونها پیش می اومد و حتی اونها رو به خشم و عصبانیت میکشوند. از این رو با تمام کلیساها، با تمام ایمانداران، با تمام فرزندان خدا به نوعی صحبت میکنه که نگاهتون رو به خدا بدوزید و فکر و اندیشتون رو به اون بدید. در اول پتروس 5:6-7 میخوانیم که اعلام میکنه: پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید. عدالتش، محبتش، وعده هاش، اطمینان کنید بهش. اون شما رو دوست داره و دست شما رو خواهد گرفت، شما رو تنها نمیذاره. به تجربیات نگاه نکنیم. سالها پیش زنی از دوستان که البته ایماندارم نبود پیش من اومد، گفت من میدونم همسر من این هفته میمیره. گفتم به چه رو چه حسابی میگی؟ گفت برای اینکه خواب دیدم دیشب که همسرم مرده. گفتم چه ربطی داره؟ این میتونه بر اثر و دلایل مسائل دیگه باشه که براش گفتم. گفت نه، من خواب دیدم پدر و مادرم میمیرن، اونها مردن. خواب دیدم برادرم میمیره، برادرم هم مرد. خواب دیدم چند وقت پیش پسر خالم میمیره و مرد. از عیسی مسیح براش صحبت کردم و گفتم الان میخوام دعا کنم در نام عیسی مسیح باطل کنم اون اندیشه و فکر تو رو و اون قدرت تاریکی که پشت فکر تو قرار گرفته. و با هم دعا کرد. هرچند اون گریه میکرد به خاطر ترس و نگرانیش، دعا کردیم و در حضور خداوند باطل کردیم این نوع افکار پریشان رو. و فردا شد باش تماس گرفتم، گفتم همسرت چطوره؟ گفت حالش خیلی خوبه. پس فردا شد، هفته بعدش شد، باش صحبت کردم، گفت نه هیچ مشکلی نیست. سالها هستش که با هم در تماس هستیم، هرچند به مسیح ایمان نیاورده، ولی هر بار که خواب میبینه تماس میگیره، براش دعا میکنه. قدرتی که خداوند به من و تو داده، قدرتی نیستش که پریشانی اونجا جا داشته باشه، ترس و نگرانی اونجا جا داشته باشه. از این رو میبینیم پتروس این گونه میگه: پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید. نایستید بگید نه، من تجربه کردم این اتفاق که افتاده دلیلی خواهد شد که زندگی من به هم میخوره.
هیچ خبری، هیچ احساسی، هیچ موضوعی رو مجال ندید که پریشان حالتون کنه، چون اون در اصل لبک و بله ماست به اون موقعیت. پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید تا او شما را در وقت مناسب سرفراز نماید، از اون موقعیت رهاییتون بده. بار تمام نگرانی های خود را به دوش او بگذارید، خودتون حملش نکنید چون باعث خستگیتون میشه، زیرا او همیشه در فکر شما خواهد بود. و اگر این گونه عمل نکنیم، همون گونه که عرض کردم، متاسفانه نیکویی ها و خوبی ها رو بد خواهیم داد، حتی شرایط خوب. الان امروز که من و شما در سرزمینی به نام آمریکا هستیم و میدونیم که حتی شرایط سخت کرونا رو دولت آمریکا سعی کرده طوری برنامه ریزی کنه که هیچ فشاری روی مردم آمریکا نباشه، اگر ما با همون نگرشی که در ایران داشتیم و باعث پریشانی ما شده بود، همین نگرش رو اینجا داشته باشیم، آسیب خواهیم خورد. تو همون گونه که گفتم، پژواک افکار ما زندگی ما خواهد شد و به ما نیز آسیب خواهد زد. پیرزنی که $1,000 پول جمع کرده بود تا در زمان کریسمس برای فرزندانش که قرار بود بیان بهش سر بزنن، جشنی رو بگیره و چند نفر مهمان از دوستانش رو دعوت کنه و چند روزی با هم دیگه باشن، وقتی میره برای خرید کیف اونو میزنن و پولش رو از دست میده. خیلی ناراحت میشه، نمیشه چی کار بکنه. بعد میگه خدای من از دست تو هم ناراحتم، چرا به من کمک نکردی من $1,000 رو داشته باشم و آبروم نره. به هر حال تصمیم گرفت این نامه بنویسه برای خدا. و یه نامه مینویسه با آدرس خونه خودش که خداوند من موقعیتم اینجوری هستش و اهل خانواده من دارم، فرزندانم میان به من سر بزنن و من به $1,000 احتیاج دارم. و این رو پست میکنه، اما خب آدرس گیرنده که نداشته، فقط نوشته بوده خدا. اداره پست وقتی متوجه میشه چنین پاکتی اومده، میبینن بله آدرس داره برای اینکه از کجا اومده، اما گیرنده نداره. به هر حال اینا ملزم میشن بازش میکنن و بعد میبینن نامه رو میخونن، یه نگاهی به هم میکنن، همکارا با هم صحبت میکنن، میگن بهتره یه پولی جمع کنی و این مبلغ رو به دست این پیرزن برسونی. و به اندازه $950 پول جمع میشه، توی پاکت میذارن و میرسونن به دست این پیرزن. و اینم به هر حال اون مهمونی رو انجام میده و از فرزندان خودش پذیرایی میکنه. بعد از یک ماه دوباره یه نامه مینویسه، اداره پست دوباره متوجه میشه دوباره یه نامه اومده برای خدا. بالاخره بازش میکنن، میدونن رو نوشته خدای ممنون، خیلی خوب بود، واقعا خداوند به داد من رسیدی، فقط اینو میخوام بهت بگم خداوند، متوجه شدم این کارمندای پست $50 از پولی که برای من فرستاده دزدیده بودن. اگر ذهنیت خودمون رو در یک جایگاه قرار بدیم که هر آن منتظر و آماده هستیم برای اینکه پریشان بشیم، مطمئن باشیم که پریشان خواهیم بود. با خیام شروع کردیم و با خیام هم شکست شراش تموم میکنیم. یه بیتش که اعلام میکنه: برخیز و مخور غم جهان گذران، برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران. مجال این رو ندیم. به طور خاص امروز من و شما ایمان داریم که قوت خدا با ماست، روح خدا با ماست. و مطابق نامه دوم تیموتائوس 1:7 اعلام میکنه: من به شما روح ترس رو ندادم، پس چرا ترسان باشیم، چرا نگران باشیم. به طور خاص در این روزها با اخبار بد روبرو میشیم، دعا میکنیم، توی دستان خدا میسپاریم. با موقعیت‌های سخت روبرو میشیم، توی دستان خدا میسپاریم. اون میز ایمانمون رو در برابر خودمون قرار بدیم که چهار پایه داره و مدام در این مسیر قدم برداریم. پایه هاشو میدونیم؟ خدمت، بله، کلام خدا، دعا، پوری روح القدس. و اگر این گونه عمل کنیم، یک برنامه به زندگیمون بدیم، مطمئن باشید مجال پریشانی در ذهن و فکر شما قرار نخواهد گرفتش. این درس ادامه خواهد داشت، اما میتونیم با همدیگه نکته سوم رو داشته باشیم.
اما درس پریشانی رو میل به این دارم بیشتر دربارش صحبت کنیم تا در این ایامی که میدونم ایامی هست با سختی ها و مشکلات همه مردم دنیا روبرو هستن ازش گریزی با فیض خدا داشته باشیم. نکته اول، عزیزانی که در دروس قبل نبودن میتونن مراجعه کنن به فیسبوک روی یوتیوب تا بتونن این درس ها رو داشته باشن، و اگر هم میل دارید میتونین عکسش رو بندازید و برای زندگی سالم میتونه مفید باشه. زندگی هدیه ای است از خدا، با ایمان به مسیح از ترس و اندوه شد جدا. پر شو از قدرت و قوت در حضور خدا، او دهد امنیت و دورت کند از بلا. نکته دوم، زندگی هدیه ای است از خدا، با ایمان به مسیح از خشم و کینه شو جدا. من فکر میکنم به راحتی 6 جلسه در رابطه با خشم پنهان و محبت آشکار صحبت کردیم. عزیزان اگر چنین حسی دارید که هنوز در وجودتون خشمی هست، چه از دوران کودکی و چه دلایل دیگه ای هست، لطفا مراجعه کنید به این دروس. زندگی هدیه ایست از خدا، با ایمان به مسیح از خشم و کینه شو جدا. پر شو از آرامش و محبت در حضور خدا، او دهد فکر و روانت را شفا. و نکته سوم که نکته درس امروز هست، زندگی هدیه ایست از خدا، با ایمان به مسیح از پریشانی و آشفتگی شو جدا. پر شو از خوشی و شادمانی در حضور خدا، او دهد حکمت و پندت دور از هر خطا. تا که حکمتش در ما نیز عمل خواهد کرد تا بتوانیم در ادامه زندگیمون هم زندگی پاک و خوبی داشته باشیم، هم نام خداوندمون رو بلند کنیم. آنم را برمی افرازم به سوی خدا بندم، اهانتم از جانب توست ای سرور و مسیح من. دستایم را برمی افرازم به سوی خدا بندم، مشتاق دیدار تو ای پدر، آن حضور شیرین تو. از آسمان بریز آتش روح خود، جلالت را نمایان کن. از آسمان بریز آتش روح خود، جلالت را نمایان کن عیسی. از آسمان بریز آتش روح خود، جلالت را نمایان کن. از آسمان بریز آتش روح خود، جلالت را نمایان کن.
بیان کن، از آسمان بریز آتش روح خود، جلالت را نمایان کن.